همکار اولی حسین قاضی زاده اینجاست در استودیو برای بررسی همین صحبت‌ها و تهدیدهایی که از سوی جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن این فرمانده سپاه قدس در سوریه مطرح شده. چطور نقش او رو در حمله‌ای که شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی به مواضع اسرائیل و آمریکا داشتن رو چطور بیان می‌کنه؟ بله، از همون نخستین لحظاتی که خبر در واقع کشته شدن رضی موسوی منتشر شد، نشانه‌های فراوانی وجود داشت که نشون میداد که این مرتبط با حمله 7 اکتبر حماس هست. اسرائیل در این مقطع درگیر عملیات نظامی از بین بردن حماس هست و طبیعتا همه عملیات نظامی و اطلاعاتی این کشور الان معطوف به این پروژه هست. طبیعتا وقتی که یک فرد رو برای چند بار تلاش میکنه که ترور کنه و اون هم به این شکل نادر با سه موشک و طبق ادعای مقام های جمهوری اسلامی که با سه موشک در یک منطقه یک فرد رو هدف بگیره، حتما اون یک فرد مهمی هست که در رابطه با این پروژه فعلی اسرائیل هست. گفته های مقام های جمهوری اسلامی هم الان دیگه اینو تایید میکنه، همین نماینده مجلس که خبرش رو شما خوندین و همین حرف های آقای رمضان شریف، مجموعه اینها نشون میده که در واقع عملیات تروریستی که در 7 اکتبر رخ داد در خاک اسرائیل، این فرد شاید و افراد دیگری هم پشتیبانش بودن. در واقع این ابطال میکنه اون نظریه‌ای که مقام های آمریکایی ادعا میکردن که جمهوری اسلامی در اون حمله هیچ نقشی نداشته. الان داره نشون داده میشه که و پس میشه گفت نقش تاثیرگذاری داشته و این از صحبتشون قابل تاییده. مدام هم مقامات عالی رتبه نظام دارن از انتقام صحبت میکنن. چقدر این انتقام میتونه جدی باشه و چه چشماندازی به ما میده؟ ببینید، به واقع عملیات تروریستی که سپاه پاسداران در منطقه انجام میده خب هیچ وقت متوقف نشده، چیزهای شبیه اون رو هم میتونن انجام بدن. مدام با شدت و حدت قبلی از انتقام حرف نمیزنن، در واقع نمیخوان ایجاد انتظار بکنن مثل اون باری که در مورد سلیمانی رخ داد و توش موندن که باید چه کار بکنن. عملیاتی متناسب با این نمیتونن انجام بدن. فراموش نکنیم اسرائیل وسط جنگ هست و پاسخ اسرائیل به هر گونه از این اتفاقات میتونه بسیار شدیدتر باشه. اسرائیل شبیه آمریکا برخورد نمیکنه که شما توافق بکنی یک حمله بی خاصیت به یک منطقه انجام بدی. در واقع احتمال هم میره که افراد دیگری هم حتی باشن که در روزهای آینده اسرائیل رو هدف قرار بگیره. مقام های اسرائیل تاکید کرده بودند در هفته های پیش که همه افرادی که مرتبط با اون جنایت حماس در 7 اکتبر هستن رو در هر جای جهان که باشن هدف قرار میده و در واقع کشتن رضی موسوی یکی از اونهاست. و من فکر میکنم که این لیست این افراد حتی در داخل سپاه پاسداران یا در سمت‌های دیگر در عراق، شاید در یمن، اینها بیشتر از این افراد خواهد بود و در روزهای آینده ما شاهد عملیاتی مشابه این باشیم. به همین خاطر مقام‌های جمهوری اسلامی محتاط صحبت می‌کنند، یعنی اینکه در کوتاه مدت پاسخ قاطعی به اسرائیل نمیشه داد، یعنی عملیاتی مشابه اون نمیشه انجام داد. به همین خاطر نمیخوان ایجاد انتظار بکنن در داخل که ما در واقع مثل سلیمانی انتقام سخت و اینها خواهیم گرفت. موکول میکنن به آینده، در روز زمان مثلا آینده ما یه پاسخ خواهیم داد. من باورم این هست که جمهوری اسلامی الان بیش از اون که به پاسخ فکر بکنه نگران افرادی مشابه رضی موسوی هست که الان در معرض انتقام اسرائیل قرار خواهند گرفت. متشکرم از توضیحات و حضورت اینجا در استودیو، همکارم علی حسین قاضی زاده.